سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه گفتگوهای سیاسی این هفته با ابراهیم آقا هستیم. سلام بر تو ابراهیم جان. سلام بر شما و سلام بر بینندگان گرامی. انتخابات عراق در 18 مهر برگزار شد. شواهد نشون میده که این انتخابات زودرس علارغم همه تلاش های رژیم اسلامی با شکست جریان های نزدیک به حکومت اسلامی در واقع روبرو شد و در این حال اعتراض عامری و جریانات وابسته رو برانگیخت. جریان صدر با مسئله تمرکز قوا و خلع سلاح گروه های مسلح و تاکید بر به اصطلاح قانون تا حد زیادی تونسته پیروز اصلی انتخابات بشه. گزارش ها که رکورد ورود بیش از 90 نفر از زنان به مجلس شکسته شده و در بخش کردستان هم حزب دموکرات کردستان برنده این ماجراست. ارزیابی شما از این انتخابات چه هست و فکر میکنید چه تأثیراتی خواهد گذاشت؟ چرا که این انتخابات زودرس بعد از اعتراضات گسترده و جنبش عظیم گسترده علیه فساد، وابستگی جریانات سیاسی به دولتهای مختلف، علیه اشغال، علیه بیابی و بیکاری و فجایعی هست که پس از دوری اشغال در واقع عراق رو در خود فرو برده و ما شاهد فجایع مختلفی تو این دوره ها بودیم. جریان هم نشان میده که دولت نیروهای نظامی آمریکا به زودی از عراق خارج خواهند شد و این مسئله خودش نگرانی هایی رو هم در بخش های به وجود میاره و هم امیدواری هایی. شما چگونه این ماجرا رو میبینید؟ بله، همطور که اشاره کردید یک انتخابات کاملا زودرسی بود. دلیل زودرس بودنش هم دقیقا برمیگرده به تظاهرات و اعتراضهایی که در سال 2019 به طور گسترده در عراق انجام شده. یادتون باشه یه بخش مهمی از این تظاهرات در اعتراض به دخالتهای ایران صورت گرفت و در اون زمان اگه یادتون باشه خیلی از روزنامه‌نگاران، خیلی از فعالین مدنی عراق مرتب ترور می شدن و در اون ترورها انگشت اتهام اساساً به سمت جمهوری اسلامی بود. به همین دلیل بود که کنسولگری های جمهوری اسلامی در نجف، کربلا، بغداد، در هر کجایی که مردم توانشو داشتن به آتش می کشیدن و درگیر بودن با نیروهای نیابتی ایران، همون به اصطلاح هشت و شعبی و امثال هم. عراق بعد از صدام در واقع طرحی که براش به اصطلاح برای حاکمیت سیاسیش پیش بردن طرحی بود شبیه دولت لبنان و اتفاقا همون بلایی سر عراق در میاد که سر لبنان در اومد. یعنی نه بر اساس شهروندی مردم عراق بلکه بر اساس شیعه و سنی و کرد و غیر ذالک بودن هست که تقسیم بندی ها در عراق در صورت میگیره و این یک فاجعه است و بر همین اساس هم از همون اول عراق شد مرکز به اصطلاح جنگ های نیابتی بین قدرت های منطقه و آمریکا. و از اونجایی که این تقسیم بندی صورت دادن شیعه و سنی و کرد و اینا، عملاً با توجه به اکثریت شیعه ها در عراق جمهوری اسلامی تونست دست بالا بگیره و حتی در اون زمان همین مقتدی صدری که امروز ظاهراً برنده انتخابات یک شنبه هست اونم با جمهوری اسلامی بود و جمهوری اسلامی تونست دست بالا رو داشته باشه. یعنی بعد از که صدام در واقع تمام شکست های گذشته جمهوری اسلامی جبران کرد و دخالت خیلی خیلی روشن و مستقیم در عراق میکرد و اکثریت به اصطلاح نیروهای طرفدار ایران تو پارلمان بودند و ایران حرف آخر رو میزد و به همین دلیل سیستمی
تقویت کرد در عراق، یعنی ایران سیستمی در عراق تقویت کرد که سیستمی بود که در ایران اجرا می شد، یعنی سیستمی سراسر فساد، حد، ترور و شکنجه. همین کاری که در ایران انجام داد. به همین دلیل هست که وقتی که مردم عراق انگشت اتهام کشش به اصطلاح فعالین مدنی که کشته می شدن به سمت جمهوری اسلامی می کردن، بی‌دلیل نبود. و به هر حال جبران در اثر به اصطلاح فشار مردمی حاکمیت عراق قبول کرد که انتخابات زودرسی برگزار کنه. ظاهرا هم زیر نظارت بین‌المللی بود، اتحادیه اروپا، و با نظارت خارجی که اونا ادعا میکنن که انتخابات به قول معروف بی‌غلغش ظاهرن. اما مهم این بود که به دلیل فساد حاکمین گذشته اکثریت مردم عراق در این انتخابات شرکت نکردند. این اکثریت که شرکت نکردند هم شیعه هستند، هم سنی هستند، هم جنات دیگه هستند، کرد هستند. چرا؟ چون به بی اهمیت بودن اینجور انتخابات در چنین سیستمی واقعا واقف هستند. اینجا بود که نگاه بکنیم. اگر بخوایم بگیم کی شکست خورد، قبل از هر چیز و بیش از هر چیز هیئت حاکمه سابق عراق که تمامی این جریانات فاسد، اما از جریانات فتح بر هادی آمری بگیر تا خود مقتدی صدر و محمد جلوسی و نوری مالکی و همه اینا، در واقع شکست اصلی این بود. بیش از 60% مردم شرکت نکردن، گرچه اینا ادعا میکنن که 41% مردم شرکت کردن، اما آمارهای دیگر نشون میده که حدود 32% شرکت کردن. و این نشون میده که مشت محکمی توی دهن به اصطلاح نگاه کنید. درست وضعیتی در عراق وجود اومد، نیروهای قدرت گرفتن، مثل افغانستان یه سری نیروهای فاسد، نیروهای غارتگر، نیروهای دزد. دولت عراق، یعنی کشور عراق، کشور به اصطلاح فقیری نیست، کشور نفتخیزه، کشور ثروتمندیه و جمعیت محدودی که داره. شما نگاه کن، اشاره کردی خودتون چه مشکل دریای آب، مشکل آب، مشکل برق، مشکل نان سراسر عراق فرا گرفته. و این هیچ چیزی نیست جز نتیجه به اصطلاح غارت همین سردمداران حاکم. اگر بخوایم بگیم کی پیروز شد تو عراق، قبل از همه باید من واقعا بگم که زنان عراق بودن در این انتخاباتی که علی رغم تمام اون مسائلی که عرض کردم در این انتخابات پیروز شدن زنان عراق. میدونید که در قانون اساسی عراق سهم زنان 25%، یعنی 1/4 نمایندگان تعیین شده. یعنی از 329 نفر به اصطلاح نماینده یا کرسی به اصطلاح پارلمان، 1/4 باید به زنان تعلق بگیره بر اساس سهمیه بندی. اما در این انتخابات 97 تن از نامزدهای زن در جریان انتخابات پارلمان روز یکشنبه به مجلس راه پیدا کردند. این زنان همه اینطوری نبودن که به اصطلاح بر اساس سهمیه بندی باشن، بسیار بیش از سهمیه بندیشون چیز، یعنی در واقع خودشون با تکیه بر آراء خودشون اومدن مجلس. چون قاعدتاً بر اساس به اصطلاح 83 حوزه هست، از هر حوزه 3 تا 5 تا کرسی داره که گفتن حداقل باید یک زن باشه، یعنی و حد اکثر 1/4. ولی الان بسیار بیشتر از 1/4، یعنی تقریبا نزدیک به 1/3 به اصطلاح انتخاب شدگان زنان هستن. و این نشون میده که عمق به اصطلاح شهروندی در عراق، سابقه در عراق، عراق کشور عقب مانده و به اصطلاح چیزی اونطوری نبود که الان دارن به این روزش میندازن. بر صورت پس از این میخوام بگم اگر که الان نگاه بکنیم به وضعیت سوال اینه، یعنی شما از در واقع از پیروزی زنان گفتید که مشارکت در واقع تعداد نمایندگان زنان بیشتر شده، جریان صدر
نماینده هاش بیشتر شده، حزب دموکرات کردستان نماینده هاش بیشتر شده، حتی مالکی بسیار نماینده هاش بیشتر شده، ولی خب جریان هشت شعبی و آمرین ها شکست خوردن. اونا که اصلا حزب بسیار بزرگی بودن توی پارلمان، اکثریت نماینده هاشون از دست دادن. ولی اون چیزی که در واقع هست توی خود این انتخابات، اون چیز نشون میده که بسیاری از انتخاب شده ها، یعنی همین حتی این احزاب، تعداد بسیار کمتری رأی بهشون داده شده، مشارکت به شکل وحشتناکتری پایین بوده. شما از مشارکت پایین 30% گفتید و جالبش اینه که اینا در این حال که مشارکت مردم بسیار کمتر شده، ولی خب مثلا به خاطر نوع جدید انتخاب، سیستم جدید انتخاباتی که شده، یک باره تعداد نمایندگانشون خیلی بالاتر رفته. مثلا جریان سطح خواهان همین در واقع تعویض چیز قدرت بود، در واقع انتخابات بود و اینها، ببینی که به شکل بسیار بسیار جریان برنده است. یعنی خودش که برگزاری انتخابات قبول نداشت به شکل سابق، الان میگه که تونسته از حوزه‌های کوچکتری که مثلا بوده تعداد نماینده‌هاش نه فقط بالا ببره، در این حال از این طریق 30% از کمتر، اگه با انتخابات شیوه انتخابات قبلی برگزار میشد، 30% کمتر از وضعیت فعلی رأی می آورد. یا مثلا نورون مالکی نخست وزیر، علارغم این که رأیش حتی کمتر از دفعه قبله به لحاظ تعداد شرکت کننده ها، اما حزب اتحاد قانونش 37 تا کرسی آورده که دومین گروه بزرگ پارلمانه. شما به یه نکته بسیار مهمی اشاره کردید، گفتید ساختارهای انتخاباتی اینجا، یعنی قانون اساسی عراق، بر پایه فرقه ها و فرقه های مذهبی و ملی خودش رو تقسیم بندی کرده و حق شهروندی در واقع تا حد زیادی زیر رفته. اون چیزی که در واقع مشابهتش رو ما در لبنان دیدیم در این سالهای بحران، و اونجا هم جنبش بزرگی برای حق شهروندی در واقع شروع شد، اگه یادتون باشه، قبل از دوره کرونا. اینجا هم خود بسیاری از اعتراضات هم اعتراضات ملیگرانه علیه مداخلات خارجی بود، هم فساد و دخالت خارجی و این ساختار فرقه‌ای، یعنی در واقع اعتراضات شد. ولی متاسفانه آن چیزی که هست، میبینیم که آقای نورمالکی به خاطر رابطه‌های قبیله‌ایش، آقای سعد به خاطر رابطه‌های در واقع قبیله‌ای مذهبیش، اینها برنده‌های انتخابات شدند. یا مثلا جالبش اینه، در کردستان عراق بیشتر جالبه، تعداد کرسی های احزاب کردی هرچند بالا رفته، ظاهرا مثلا حزب دموکرات 32 تا، اتحاد ملی 17 تا و جنبش نسل جدید که مال یک تاجره، اون 9 تا کرسی آوردن. گرچه اینا بیشتر آوردن، جالبش اینه که مجموع آرای کلشون 3 میلیون کمتر شده و میگه که علارغم و مردم مثلا شرکت نمی کنن، اینقدر بحران مالی اقلیم بالا بوده، فساد و پرداخت نشدن حقوق کارمندا و مشکلات فساد فاجعه‌ای که اختلاف طبقاتی که وجود داره، میگه اصلا هیچ کس اعتنا به این انتخابات نمی کنه و به خاطر همین اونا خواستن یه کاری رو انجام بدن. تو این دوره با توجه به این موقعیتی که هست، تشکیل دولت هم بسیار سخت شده، یعنی موقعی که اعتمادی به یک دولت نیست، بعد این شرایط به اصطلاح بحرانی هم هست، فکر میکنید تو این شرایط بحران چجوری میتونن فائق بیان؟ آیا اصلا امکان تشکیل دولت با توجه به قضایا هست؟ عرض کردم خدمتتون که عراق بعد از صدام صحنه در واقع جنگ های نیابتی، حالا بعضی وقتا نظامی و برخی سیاسی، دوره های مختلف بین قدرت های منطقه‌ای و به اصطلاح غرب بوده. عربستان نقش خودشو داشته، یادتون باشه در رابطه با داعش فراموش نکنیم نقش عربستان و اینها رو، و نقش جمهوری اسلامی در وجود آوردن همین جریاناتی مثل هشت شعبی و امثال هم هرگز فراموش نمیشه بکنیم، و بازی هایی که اسرائیل در عراق انجام میده و و و و. این در واقع الان هم همون وضعیت
به شکل جدیدش ادامه داره. بس اینه که کی دست بالا داشته باشه، کی بتونه نقش بیشتری بازی بکنه، در واقع سهم بالاتری میبره. در رابطه با بعد از صدام تقسیم بندی که در عراق صورت گرفت، در واقع ایران سهم شیعه رو داشت، چون شیعه بود، اکثریت جامعه عراق شیعه بود، بنابراین اکثریت اومدن با جمهوری اسلامی دچار توهماتی در این رابطه بودن. اما الان همینطور که اشاره کردی که آمار اینقدر پایین اومده، چه در کردستان چه در جا، در شیعه ها علارغم فتوایی که سیستانی داد، علارغم تمام محبوبیت هایی که مثلا توی اینها داره، توی شیعیان داره، ولی شرکت نکردن، یعنی فتوای اون رو قبول نکردن شیعه های عراق، اون رو به زمین زدن، درست؟ و مقتدا صدر که در واقع الان اکثریت کرسی ها رو در دست داره، که عملا بدون این هم نمیتونه هیچ دولتی تشکیل بشه، خودتون خوب میشناسین که در یک آدم کاملا فرصت طلب، تاکنون بازی هایی که کرده کاملا زیگزاکی، یک روز طرفدار سفت و سخت جمهوری اسلامی است، زمانی به اصطلاح اتراق میکنه در قم و از اونجا فرمان میده به عراق، زمانی از جمهوری اسلامی در رابطه با مسئله به اصطلاح مرجعیت در نجف باشه یا در قم باشد اختلاف پیدا میکنه، بالا میشه میاد عراق، زمانی تکیه میکنه مثل الان به عربستان. یعنی این آدم از یک طرف به شدت یه آدم اقتدارگرا، خودشیفته به قول معروف، و تو حرکاتش کاملا آنارشیک. از یک طرف میاد با لایکا، با حزب کمونیست و امثال هم دورهای ائتلاف میکنه، از طرف دیگه خودش جیش المهدی رو داره که هشت و شبه اصلا اون زمان ها اصلا گوشه ای از این جیش و شبه بود که بعد اصلا جدا شدن، حالا باید این جداست در واقع. یه همچون فردی در یک شرایط بحران اینچنینی، بحران انتخاباتی در واقع، که از یک طرف مردم نفی کردن، از طرف حاکمیت هیچ کدوم اتوریته لازم ندارن، میتونه چیکار کنه؟ قدرت رو در دست بگیره، و این اومده الان کرسی ها رو در دست گرفته. البته نتایج انتخابات معلوم است، بر اساس دو دو تا چهار تا اگر بخواست حساب بشه، باید همونطور که اشاره کردی جلوسی و مالکی و بارزانی و خود صد باید دولت رو تشکیل بدن، ولی توازن قوا هنوز تعیین نکرده، هنوز نتایج قطعی انتخابات اعلام نکردن، به عقب انداختن. دلیل داره، تلاش رو اینه که چونه بزنن، چون انتخاباتی که در اینجور کشورها صورت میگیره انتخابات مردمی که نیست، که عملا نشون دادن الان دارن چونه میزنن. هیئت سپاه قدس بالاش رفته عراق، اون هست که از طرف اون فتح و جریانات دیگر نزدیک به ایران، از یک طرف سپاه بدر اینا بسیج میکنه، تظاهرات بکنن و حتی تهدید بکنن، از طرف دیگه میره در حال چونه زدن است که تعداد به اصطلاح کاندیداشو بالا ببره. 14 تا اینا نماینده داشتن، انتخاب شده بودن، مثلا الان اعلام شده که 20 تا رسیدن. فردا ممکنه میگن هنوز شمارش آرا ادامه داره. این شمارش آرای پشت پرده ادامه دار بودن یعنی اینکه به کی کم بشه، کی اضافه بشه، چجوری بین خودشون این کیک رو تقسیم بکنن. الان هنوز دعوای تقسیم کیک پایان نگرفته. پس از پایان گرفتن دقیقا میشه گفت که الان دولت کیا تشکیل میدن. تلاش دولت ایران، همین هیئت سپاه قدس با نیروهای وابسته به خودش، نیروهای نیابتی خودش، در این هست که بتونن مثلا تو کردستان حداقل با اون طالبانی اینا که میتونن، یا با بارزانی اگر چیز بشه، یا اینکه با خود صدر زیگزاگ میزنه، الان به اصطلاح چرخیده به سمت عربستان، ولی معلوم نیست فردا چه کله پایی بزنه، اصلا نمیشه رو حرکاتش واقعا چیز کرد، درست؟ یا خود نورالمالکی خب با اینا خیلی اختلاف به اصطلاح چیزی نداره، ممکنه در یک ائتلاف با اینا دوباره همین نیروهای طرفدار ایران بتونن وارد دولت بشن. آره گفتم که اصلا ما
به هر قیمتی شده تن به این دستکاری نمیدیم و کوتاه نمیایم، آمری گفته بود. بعد او حتی کتاب و حزب الله گفته بود که این تقلب و فریبکاری بزرگه و ما از گروه های مقاومت هم خواسته که به اصطلاح آماده مرحله حساس باشن و مقاومت لازمه که از دفاع از حشد به قول مرو هشت شعبی در واقع چیز باشه، آماده باشن اینا. این وضعیت در شرایطی که خب مثلا خود مقتدا صدر که مثلا رأی بالایی رو آورده، اون با خب احتمالا با نوری مالکی نمیتونه، چون اونا با هم اختلاف جدی دارن، نزدیک بشه. اما خب احتمالا با همون رئیس مجلس سابق عراق که گروه سنی و 38 اونا رأی آوردن، احتمالا با اونها و مثلا حزب دموکرات کردستان که مثلا 32 تا داره یا خود همون ائتلاف کردستان بتونن در واقع به گونه‌ای سازمان بدن که نصف به علاوه یک رو بیارن و بتونن در واقع دولت رو تشکیل بدن که هم توازنی به نفع ایران، هم در واقع با توجه به این مذاکراتی هم که بین ایران و عربستان هست اونها هم بتونن در واقع توازنی رو به وجود بیارن. ولی در هر حال آیا با همه اینا هر نتیجه بیاد، این نتیجه اشغال بعد از 20 سال، ما نتیجه اشغال توی عربستان چیز افغانستان دیدیم، متاسفانه نتیجه اشغال در افغانستان علارغم چندین تریلیون دلار در واقع سرمایه گذاری و هدر دادن جان انسانها، ما شاهد این بودیم که باز برده فروشان طالبانی و داعشی اونجا به قدرت رسیدن و حالا در سکوت رسانه‌ای در حال کشتار سکولارها، نیروهای ترقیخواه و اینها هستن و تحکیم دولتشون. و ما میدونیم که غرب هم گفته که حتی کمک‌های اقتصادی رو ادامه خواهد داد، 1 میلیارد میخوان باز بهش کمک کنن، ظاهرا هم نمیخوان به رسمیتش بشناسن، اونا هم خیلی براشون مهم نیست، اونا چون هم ایران و هم چین و هم پاکستان و کشورهای عربی در حال در واقع ایجاد روابط با اونها، روسیه و چین هم که از قبل اعلام آمادگی کرده بودن. من نشون میده که اوضاع اونجا همه تن دادن به برگشت طالبان. در اینجا با چطور ارزیابیتون چیه؟ اگر مثلا نیروهای نظامی آمریکا برن، دفعه قبل رفتن داعش اومد و حکومت اسلامی شام و عراق رو در واقع سامان داد، الان چه خواهد شد با توجه به این موقعیتی که هست، یعنی عدم امنیت، این جنگ بین شیعه و سنی، جنگ بین خود شیعه ها در میان چیز اختلافات فرقه‌ای که وجود داره، بیکاری وحشتناک، بحران زیست محیطی وحشتناکی که در عراق هست، بدتر از ایران هست حتی به خاطر که رودهای فرات و دجله رو ترکیه بسته و آبی نمیاد، خیلی از مناطق سرسبز عراق با بحران آب روبرون، با بحران برق روبرون که نیست. اینو چطور ارزیابیتون چیه؟ چه خواهد شد واقعا؟ اولا در رابطه با اینکه این دولت تشکیل بشه یا نشه، سهم کی بیشتر باشه، این به لحاظ گفتم وضعیت فعلی اگه حساب کنیم، من اشاره کردی خودتون، میتونه جالوسی و صدر و نمیدونم طالبان چی بارزانی و اینا دولت رو تشکیل بدن مثلا. اما یا اینکه به اصطلاح حالا پشت پرده اینا بتونن به سازش برسن، یک مجموعه جریانات با هم بیان و و قول معروف سهم خودشون رو بگیرن و یه دولت همه اینا با هم، همه تمام جریاناتی که ظاهراً رأی نبردن و اونایی که ظاهراً رأی آوردن، همه با هم یه دولت تشکیل بدن. این یک احتمال هست. یه احتمال دیگه هم هست که بر اساس تهدیدی که کردن با تظاهرات اینا قضیه پایان پیدا نکنه، حتی درگیری بین نیروهای مختلف ایجاد بشه، یعنی خطر رفتن به اصطلاح به سمت یک جنگ داخلی غیر محتمل در عراق نیست. اما همه اینا قبل از رفتن آمریکاست. بعد از رفتن آمریکا که قطعا آمریکا خب الان خیلی از نیروهاش رو برده و بازم میخواد تخلیه بکنه به طور کامل،
هیچ نمیشه روی عراق حساب کرد، چون هنوز که هنوز داعش اونجا وجود داره. داعش در عراق و حتی در سوریه به طور کامل از بین نرفته. چرا؟ چون نیروهایی که نیاز به داعش دارن این اجازه را ندادن و در گوشه های از خود عراق و در گوشه های از سوریه میبینیم که وجود دارن و هر موقع لازم ببینن ممکنه این به قول معروف افی دوباره سر باز کنه. یعنی الان وضعیت عراق به گونه ایه که هیچ آیندهش قابل پیش بینی نیست به نظر من. توی شما از غیر قابل پیش بینی بودن آینده عراق صحبت کردید، اما در هر حال در دوری گذشت عراق یکی از میانجیگران اصلی در واقع ایجاد رابطه مجدد بین سعودی و جمهوری اسلامیه و ما شاهدیم که چندین دور مذاکرات بالاخره در عراق بین ایران و بین رژیم اسلامی و سعودی ها برگزار شده. این روابط که از سال 94 قطع شده بود و به خاطر اون به اصطلاح اعدام او شیخ نمر در عربستان و حملاتی که در کنسولگری عربستان در مشهد شد و برخی دیگه به در تهران چون مقداران حکومت اسلامی به سفارت سعودی حمله کردند، روابط قطع شد. این شما یادتونه که حتما و بینندگان عزیز تلویزیون برابری همینطور که اینا وارد چماقداران وارد سفارت عربستان شدن و پرچمش پایین آوردن، سفارت آتیش زدن و ریاض هم در واقع در واکنش به این قضیه روابطش رو با رژیم ایران قطع کرد و تنش‌های بسیار گسترده‌ای در کل منطقه در واقع آغاز شد. اون چیزی که تا حد زیادی این تنش‌ها و درگیری‌ها از زمان حکومت آغاز حکومت اسلامی به خاطر به اصطلاح رهبری جهان اسلام در تو طیف شیعه و سنی بود، یک باره به یک جنگ بسیار گسترده در سطح بسیار گسترده انجام شد در سوریه، در لبنان، در یمن، در خود همین عراق ما شاهد درگیری ها و در واقع منازعات این دو قدرت منطقه‌ای بودیم و الان می‌بینیم که یمن به واسطه این حمایت‌های رژیم ایران از حوثی‌ها و حمایت و مداخله نظامی و بمباران‌های قطع ناشدنی و محاصره جنایتکارانه‌ای که سعودی‌ها علیه مردم یمن انجام دادن، یمن با تمدن بسیار قدیمی نابود شده و مردمش میلیون ها نفر در گرسنگی و طاعون به سر میبرن. در لبنان همین در واقع تنازعات رژیم ایران و در واقع سعودی ها به واسطه جنگ سنی ها و شیعیانی رو داره که نمیتونه هیچ دولت مستقر نمیتونه اونجا شکل بگیره و در عراق و سوریه هم همین گونه است. اما منازعات به گونه دیگری در حال پیشروی، اختلافاتی که بین سعودی و قطر انجام شد و نزدیکی های قطر با رژیم ایران تا حد زیادی و خروج ایالات متحده از منطقه تا حدی سعودی ها رو به این واداشت که باید وارد مذاکراتی بشن با ایران. این رو چطور میبینین این آینده رو؟ چون حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه دولت رئیسی گفته بود که در مسیر درستی مذاکرات جمهوری اسلامی و سعودی ها در حال پیشروی و نسبت به اجرای توافقات هم در زمان مناسب اقدام و اطلاع رسانی خواهند کرد، چون از یک بزرگ راه و چیز از مشهد تا مکه و مدینه صحبت میشه و از روابط گسترده‌ای که به اصطلاح کل منطقه رو میخواد در بر بگیره. شما چگونه میبینید این روابط رو و فکر میکنید چه تأثیری خواهد داشت؟ روابط ایران عربستان از بعد از حاکمیت اسلامی در ایران تا به امروز نوسانات خیلی خیلی زیادی داشته. از همون ابتدا دچار تنش‌های خیلی خیلی جدی بوده.
علیتون باشه درگیری هایی که تو سفر مکه وجود اومد، کارهایی که ایران انجام میداد، شعارهایی که میرفتن اونجا میدادن علیه به اصطلاح دولت عربستان سعودی توی به اصطلاح تظاهرات مکه و درگیری هایی که به وجود اومد، همیشه دچار تنش بودن از یک طرف. از طرف دیگه این دو قدرت نفتی منطقه‌ای در تمامی خاورمیانه در هر کجا که شما نگاه کنید رو دروی هم بودن، هم از عراق، لبنان، سوریه، یمن و در هر کجا که شما نگاه بکنید اینا رو دروی هم بودن و حتی به جنگ‌های نیابتی بسیار جدی صورت می‌گرفت بین طرفین. نمونه کاملش خود یمن، خود به اصطلاح سوریه، اینا نمونه های خیلی گسترده هست. ولی الان پس از خروج آمریکا از منطقه، در واقع از افغانستان و به طور کلی الان از منطقه، عربستان و ایران هر دو احساس نیاز میکنن به نزدیکی. دلایلی دارن برای این کار. عربستان اون پشتیبانی که قبلا داشت، پشتی در واقع دوره ترامپ، بعدش اومدن بایدن و عقب کشیدن بایدن از منطقه، دیگه اون احساس پشتوانه اصلی دیگه نداره. احساس میکنه که شاید رها بشه، چون اینو خوب میدونه که متحد اصلی آمریکا در منطقه اسرائیله و به خاطر اسرائیل هرگز، درسته که عربستان یه متحد استراتژیکی است با توجه به منافع مشترکی دارن و و و، اما اینو فراموش نمیکنه که به هر حال تضادهایی هم تو منطقه وجود داره. اینجا چند تا عامل هست که عربستان رو وادار میکنه که به ایران نزدیک بشه و ایران به عربستان. هر دوتا این نیاز متقابل. اسرائیل از یک طرف با قطر که رقیب عربستان هست ائتلاف و پیمان بسته. بنابراین وقتی که اسرائیل با شیوخ و قطر و بحرین به همه اینا مجموعاً ائتلاف میکنه، ارتباط برقرار میکنه، دیگه اون نیاز قبلی که اسرائیل در رابطه با عربستان داشت دیگه نداره. عربستان اینجا احساس میکنه که از یک طرف خودشو به اصطلاح کشور به اصطلاح مأمن اسلام میدونه، از طرفی دیگه به دلایلی نمیتونه با خیلی از چیزای اسرائیل منطقه نزدیک بشه، از طرفی دیگه متحد بل به قول معلوم قوه و بالفعل هم هستن از طرف دیگه. ولی اسرائیل در رابطه با ایران منافعش به اصطلاح ائتلاف با نیروهای خلیج میچربه تا به ائتلاف با عربستان. عربستان رو از طرف دیگه نگاه میکنه که این امکان رو از دست داره میده، بنابراین تنها متحدی که میتونه تو منطقه داشته باشه، در رقابت هم شکلی دیگری با هم دارن البته و میتونن در این حال با هم سازش بکنن، ایران هست. عربستان از یک طرف میبینه که اگر با ایران درگیر باشه، همینطور که بارها نشون داده، مراکز نفتیش در خطر قرار میگیره، بنابراین نمیخواد از یه حدی بره جلو. وقتی که صحنه را از یه زاویه دیگه نگاه میکنیم، میبینیم که دو تا متحد سابق عربستان یعنی ترکیه و پاکستان از عربستان جدا شدن، با هم متحد شدن از قضا علیه عربستان و نمیخوان که عربستان به اصطلاح آقایی بکنه بر اینا با توجه به امکانات و قدرتی که داره. این دوتا خودشون الان با هم متحد هستن و عربستان اینجا احساس میکنه که داره ایزوله میشه تو منطقه. گفتم قطر و به اصطلاح شیوخ از یک طرف، ترکیه و پاکستان از طرف دیگه، و اسرائیل هم که خب از طرف با مصر و اردن و از این طرف هم با منطقه خلیج ارتباطات شده را فعال میکنه، عربستان اینجا ایزوله میشه. از طرف دیگه ایران هم ایزوله است تو منطقه. این هر دو در رابطه با خروجشون از این وضعیتی که دارن
مجبورن با هم چیکار کنن؟ نزدیک میشن و تلاششون در این رابطه هست. و احتمالاً تو عراق هم همینطور که خودتون هم اشاره کردی، تو عراق هم اگر امکانی براشون وجود داشته باشه میتونن اینا با هم نزدیکی‌های در این رابطه ایجاد بکنن. و براشون خیلی برای عربستان خیلی مهمه که اگه بتونه از این نزدیکی با ایران مسئله یمن رو حل بکنه. ایران هم براش مهمه، چون ایران دیگه اون امکانات قبلی رو نداره که به پای یمن و به پای سوریه و پای به اصطلاح سایر نیروهای نیابتی بریزه. اگر بتونه از این طریق یک به اصطلاح توازن ایجاد بکنه به نفع خودش، حتما تلاش میکنه. و به نظرم میاد که تو این قضیه این دوتا قدرت نفتی خاورمیانه خوب متوجه شدن و دارن اقداماتشون رو بنابراین انجام میدن. و به هر حال این ضرورت دو طرفه است. من فکر میکنم که گامی که برداشته شده، همطور که اشاره کردی، دولت عراق واسطه بود و الان هم که روابط مستقیم تر شده و گام هایی برداشته میشه. هرچند دیروز قرار بود که پرسپولیس برای مسابقه بره به عربستان و نشد. حالا اشکالاتش در واقع در کجاست، چی هست، اینا دیگه بحثش جداست که چرا ویزا ندادن، چرا اجازه پرواز ندادن. یعنی هنوز به اون مراحل چیز نرسیده، مراحل اولیه رابطه هست. ایران به نظر میاد که مشتاق‌تره تا عربستان، زمینی که عرض کردم هر دو خواهان این هستن که ارتباط با هم داشته باشن و رابطهشون برقرار بکنن. برای عربستان مهمه، برای ایران هم بسیار بسیار مهمه که در منطقه هر دو از ایزوله بودن خارج بشه. بسیاری بر این پایه شما از بلوک هایم گفتین، یه بلوک هایی در واقع در حال شکل گیریه، یه بلوک قطر، پاکستان و افغانستان و ترکیه از یه ور، بلوکی که اسرائیل با امارات و بحرین و اینها زده، و بلوکی که در واقع عربستان و ایران تا حد زیادی در واقع منزوی هستن، هرچند ایران و عراق و سوریه تا حد زیادی در یک بستر هستن. احتمالاً یعنی ورود کاهش تشنجات و برقراری روابط بین ایران و رژیم ایران و سعودی ها تا حد زیادی شاید یک تغییر دیگری به منطقه بده حداقل. ولی آیا این باعث میشه که جنگ یمن هم یا بحران لبنان هم تا حدی کاهش پیدا بکنه این روابط یا نه؟ در صورتی که اینا به توافق برسن، تمام این به اصطلاح مسائل منطقه که رو در رو هستن، نمیتونن یه جا جنگ بکنن، یه جا صلح بکنن، که همه اینا رو میز مذاکره است. در هر کجا، مثلا در یمن به نظر میاد ایران دست بالا داره، عربستان نیاز داره که هرچی سریعتر این مسئله رو حل بکنه. ولی در خیلی جاهای دیگه، در خود عراق الان، عراق فعلی امروز نه عراق دیروز، عربستان به نظر میاد دست بالا داره. در هر کجا که اینا مسائلی که تو منطقه هست، مسائلی که با هم درگیرن، همطور که گفتم، و در سطح منطقه دو تا قدرت نفتی نیروهای نیابتی دارن و جنگ دارن با هم دیگه، همه این مسائل اینا روی میز مذاکره هست. و قطعا مسئله یمنی که از مهمترین مسائلیه که برای هر دو طرف و مهمه. از طرف دیگه عربستان اینا فراموش نکنیم که حساب کرده که مسئله برجام به هر حال مجبوره پیش بره، یعنی ایران مجبوره تن به برجام بده علارغم تمام شل کن صف کن هایی که انجام میده، علارغم تمام عقب افتادن هایی که انجام میده، تمام تلاشی هم که الان در صورت میگیره، رفتن خود به اصطلاح نماینده اتحادیه اروپا در به ایران و و و همه اینا نشون میده که از این طرف جهان میخواد که این مسئله اتم ایران یه جوری حل بکنه. از طرف دیگه ایران هم ناچاره و مجبوره به خاطر حفظ خودش، به خاطر حفظ حاکمیت خودش، تن به این قضیه بده، چون گروه کشیدن کامل در بیاد. الان تکون نمیتونه بخوره. وضعیتی هست به لحاظ اقتصادی، میدونیم که دیگه خودتون قبلا صحبت کردیم به چه وضعیت افتاده. 60-70% به اصطلاح سقوط کرده، این شوخی نیست، این مسئله چیزی کمی در واقع نیست. هرچند الان
با فشاری که در واقع با مسامحه هایی که ایران داره انجام میده، مسئله برجام بسیار افت کرده که از 70% رسید به 40%، الان میگن کم کم داره میشه 25% احتمالش، ولی هم 25% احتمال کمی نیست، چون ایران نیاز داره. و تصوری که ایران داره اینه که خب حالا اگر این فشار بیاره شاید بتونه بعداً امتیازات بیشتری بگیره، ولی اشتباه محض میکنه. ایران بارها این محاسبه کرده و همیشه هم توی این رابطه ضرر کرده که ما دیدیم، از قرارداد الجزایر بگیر تا به امروز ما اینو داریم میبینیم. به هر صورت عربستان رو این مسئله هم حساب میکنه که اگر مسئله برجام به روال بیفته، به هر حال یک رابطه بین المللی در منطقه یک شکل دیگری خواهد بود و عربستان نمیخواد در این رابطه هم خودشو به اصطلاح دور نگه داره. اینا همه اینها نشان دهنده اینه که در واقع تشنجات طولانی بین کشورهای منطقه و دولت‌های منطقه به گونه‌ای که با فراز و نشیب‌های فراوان روبروه و متأسفانه با تلفات و صدمات جبران‌ناپذیری که به مردمان منطقه وارد شده و وارد میاد. در هر حال اینها همواره مسائلی هستند که مورد بررسی و بحث و گفتگو خواهند بود. امیدوارم ما شما رو باز داشته باشیم که بتونیم در مورد تحولات منطقه باز گفتگو کنیم. در این رابطه دولت ها به توافق میرسن احتمال زیاد، ولی آنچه میمونه سر مردم هست که بیکلاست. آره متاسفانه بنیانی مشکلاتشون حل کنه. آره قربانیان، متاسفانه قربانیان اصلی مردمان کشورهای ما هستند. شما از جنگ ایران و عراق ببینید، با چندین میلیون کشته و زخمی و مجروح و میلیاردها صدمه به ساختارهای اقتصادی و ادامه اون ویرانسازی های گسترده‌ای که در جنگ تا کنون، صدمات در واقع جنگ در یمن با میلیون ها انسان طاعون زده و گرسنه، مردمان لبنان با بیبرقی و بیابی و بحران سیاسی وحشتناک اقتصادی که حتی نتونستن در واقع نتایج اون بمب وحشتناک در بیروت رو بتونن حل کنن، و سوریهی که این گونه است. این نشون میده که توافقات الان سوریه، نمایندگان امارات دارن میرن برای بازگشایی سفارت هاشون و تا حد و برنامه‌ریزی برای به اصطلاح سرمایه گذاری ها در سوریه، و این نشون میده که دولت ها برای حفظ و بقای خودشون حاضرن دست به هر جنایتی بزنن. و ما قدرت های بزرگ رو هم دیدیم که چگونه سر مردمان افغانستان و عراق رو این گونه زیر آب بردن و به طالبان سپردن و یا به داعش یا به همین قدرت های فاسد و جنایتکار مدن. درود بر تو امیر ابراهیم و شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری که به گفتگوی سیاسی نفتن.